خبرها همچنین نشان می‌دهد مسعود کردپور، روزنامه‌نگار کرد و برادر خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری مکریان بازداشت شده است. بر اساس گزارش ندای سبز آزادی، مسعود کردپور در حالی دستگیر شده است که برای پیگیری وضعیت برادرش به اداره اطلاعات مهابات مراجعه کرده بود. دو روز پیش، خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری مکریان و قاسم احمدی، سردبیر فصلنامه رژه مهابات دستگیر شدند. به گفته خانواده این روزنامه نگار، علت دستگیری وی اطلاع رسانی از وضعیت حقوق بشر و زندانیان در کردستان اعلام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران کرد را محکوم کرده است. همکاران من با رحیم رشیدی روزنامه نگار گفتگوی انجام دادند و از او درباره علت این دستگیری ها و شدت گرفتن آنها در روزهای اخیر پرسیدند. با همین گفتگو را میبینیم. در رابطه با بگیر و ببندهای اخیر در کردستان باید اشاره بکنم که دستگیری و بگیر و ببند یا بازداشت خودسرانه مردم یا در واقع قوانینی که در شهرهای بزرگ ایران یا حتی در مرکز اجرا میشه، این قوانین چون نظام یه دیدگاه کاملا نظامی نسبت به کردستان تا اکنون اتخاذ میکنه، خیلی خودسرانه تره و بعد وسیع تری در طول 30 سال گذشته داشته. ولی آنچه از اهمیت در هفته های اخیر، بیش از 50 نفر از شهروندان کرد در ایران دستگیر شدند، بازداشت شدند و هیچ گونه دلیلی در واقع حکومت و جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری این شهروندان کرد ارائه نداده. در واقع مشهورترین اونها فعالین فرهنگی، روزنامه نگاری، حقوق بشر، زنان و دانشجویان بودند که میتونم به مدیر مسئول آژانس خبری مکریان آقای خسرو کردپور و پریروز برادر ایشون که چندی پیش هم زندانی سیاسی بود و حتی ایشون رو در واقع که یک معلم و دبیر دبیرستان‌های شهرستان بوکان و مآباد بودند، در واقع کارش رو ازش گرفتند و ایشون بیکار شده بود. ایشون رفته به وزارت اطلاعات تا سراغ برادرش رو بگیره، سراغ آقای خسرو کردپور رو بگیره، ولی بلافاصله بدون هیچ دلیل ایشون رو دستگیر کردند و حدوداً 50 نفر دستگیر شده. شما مطلع هستید که اخیراً آقای احمد شریف در واقع در یک گزارش 77 صفحه‌ای اشاره میکنه که وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه در کردستان خیلی وخیمتر شده. تا کنون یا چیزهای کلی در واقع که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی اون ارائه میدن که اینها اقدام علیه امنیت ملی و چنین مسائل است، دلیلهای قانونی در واقع وجود نداره. همان گونه که اشاره کردم، قانون آنگونه که شاید و باید در کردستان اجرا نمیشه و چون دیدگاه نظام و حکومت امنیتی هستش، هر وقت بخوان بگیر و ببند را میاندازن و به نظر من در شرایط کنونی این که مسئله کرد در کل خاورمیانه بعد جدیتری به خود گرفته و در داخل نظام دچار تنگنا شده، به حاشیه رونده شده و مسئله انتخابات پیش روست، به خاطر این پتانسیلی در واقع که کردستان و ارگانیزاسیون ها و تشکیلات مدنی و حقوق بشری در کردستان دارن، من فکر می کنم که این یکی از دلایل اصلی شروع و در واقع به این بعد همه جانبه دستگیری ها و بازداشت ها در کردستان هستش.